خب دوستان عزیز، با یه برنامه دیگه از اسنوکر با شما هستیم. یه بازی خیلی باحال و پر از هیجان. من نیما هستم، صدای محمد. محمد عزیز، حسین وفایی بینگام. ما هممون اسنوکر بازیم، از اسنوکر بازای بها. خیلی آره، حسین وفایی با بینگام. خیلی این بازی خیلی نفسگیری بود تا اینجا. برای دیسایدینگ فریم هستش که بینگام بریک میکنه و چه بریکی هم میکنه. خیلی خوب تجربه و تواناییش داره نشون میده، واسه هرچی بیشتر تو این تورنمنت داره بازی میکنه. چیزی که خودش هم میگه که خیلی باید رنکینگ بگیره، چون الان تو مین تور اومده. خیلی سخته که این همه چینی اومدن، این همه از نشنالیتی های دیگه، کشورهای دیگه اومدن. خیلی سخت شده اسنوکر، مثل اون زمان قدیم که فقط مثلا 32 تا بازیکن خیلی خوب بودن، خیلی مخصوصا از انگلیس بودن. الان خیلی سخت شده. الان حسین وفایی الان فکر کنم 55مه. خیلی رنکینگش خیلی اومده خوب شده، یعنی توی 64 تاست. خیلی کار سخت و عجیبی کرده. امیدواریم که توی این دیسایدینگ فریم هم بتونه بس چیز ریرک کردن. میخوام شما ریرک رو توضیح بدین. بله، وقتی که توی شروع بازی توپ نزدیک محوطه بلک قرار میگیره و صرفا توپ رو رول میکنن توی اون دسته قرمز ها و این کار مکررن تکرار میشه، هر دو بازیکن به توافق میرسن که فریم رو دوباره شروع بکنن، چون اون حرکت ممکنه خیلی طولانی طول بکشه و بازی از حالت عادی خودش خارج بشه. اینجاست که میبینیم که هر دو به این توافق میرسن که خب این دیسایدینگ فریم رو از نو شروع کنیم، ببینیم که این بار چطور میشه. فکر کنم رکورد سه باره، سه بار توی بازی ریرک شده. نمیدونم بازی کی با کی، فکر کنم پیتر هبدون یکیشون بوده. احتمالا پیتر هبدون بوده. ولی امیدوارم که اینو ببره، چون این الان ببره میره کوارتر فاینال. کوارتر فاینال انگلیش اوپن که مال دیویس هستش، استیو دیویس، که یه برای خودش یه لژنیه و خیلی میتونم بگیم اچیومنت خیلی بالایی برای حسین وفایی. بازی بعدیش هم با کایر ویلسونه. بله، اگه ببره این بازی رو. الان یادمون نره که داره با ورلد چمپیون سال 2015 داره بازیش میکنه و به دیسایدینگ فریم کشیده میشه. چون اینو که اگه توپ زرد نمیخورد سیفتی خیلی خوبی میشد. آره، به نکته خوبی اشاره کردی که بینگام البته از خیلی وقت داره بازی میکنه، ولی من خودم توی یک بازی ملبورن که بود رفتم دیدمش، باهاشم یه صحبتی کردم. از اون موقع 2015 یهو اصلا استارت کرد بازی رو، یکی دو بارم خیلی به سولیوان میخورد تو بازیاش. از 2007 به این بر بچانسیش. آره، سولیوان هم خیلی بردتش، ولی عجیب که بازیش یه خوب شده تو این سن و سال. خانومش هم استرالیاییه و یه بازیش خوب شده و تو این سن و سال آره ورلد چمپیون شد و یه چیز چاینا رو برد. نه میدونم یه دونه یه عنوان دیگه هم برد. خیلی، یعنی خیلی سالید بازی میکنه، خیلی با اعتماد به نفس. بردنش کار راحتی نیست. بله بله، اینجا بیم که خیلی فیک به اصطلاح میبره قرمز رو و کیوبالش میره توی پاکت. حالا حسین وفایی فرصت خوبی داره که یک سیفتی خیلی خوب نزدیک به یلو و پشت براون اگه بتونه توپ رو بذاره، خیلی مکان مناسبی از فستیار بینگام رو میتونه تو فشار بذاره. سیفتی ها خیلی خوبی بازی میکنه حسین. خیلی، یعنی خیلی سیف. یعنی حالا ما تو ویدیو قبلی هم که من صحبت کردم خیلی سعی کردم اصطلاحای فارسی رو استفاده کنم، ولی بعضی موقع ها اصلا خنده‌دار میشه. برای همین ما یه سری اصطلاحاتی که استفاده میکنیم مرسوم انگلیسیه که خیلی از دوستانم که دارن گوش میدن میدونن چیه. خیلی سیفتیش خوبه. خیلی، یعنی میتونم بگم جزء الان 5 تای جهانه و هر روز داره بهتر میشه. داره بهتر میشه دقیقاً. ما ببینیم که چیکار میکنه. با این خیلی باید این قرمز نازک ببره. این میخواد قرمز سمت راست رو
داره میره براش، فکر کنم داره میره براش. خیلی بچه ها سیاه بود که قرمز کاور کرد میشه. خیلی ضربه خوبی بود، پات خیلی خوبی بود، خیلی یعنی با جرأت بود توی یعنی دیسایدینگ فریم ریسک کرد و میگم تمپرش خیلی خوبه، یعنی تمپر یعنی همین که خودش رو حفظ میکنه، یعنی اون فشاری که روشه نشون نمیده، نشون نمیده. این خیلی تو اسنوکر مهمه که بتونی از اول تا آخر بازی حالت پوکر فیس باشی، یعنی اصلا هیچ چیزی رو به حریف در نظر ضعف نشون ندی. واسه وفا اینش هم خوبه. بعد خیلی اتاکینگه، یعنی حمله میکنه، چیز یعنی مدلیه که اسنوکر باید بازی بشه. مثلا پیتر ابدون یا شاید برگریم به عقبتر دنیس تیلر یا خود این کوچه کیه؟ تری گریفیس. اینا کسا بودن که معروف بودن به خیلی آروم بازی کردن و خیلی دفاعی بازی کردن، ولی مثلا کسا مثل سولیوان، مثل جاد ترامپ. آه دقیقا، جاد ترامپ، کارن ویلسون خیلی اتاکینگ، خیلی اگریسیف بازی میکنن. جیمی وایت سیفتی خیلی خوب، خیلی بودن که خیلی اتاکینگ بازی میکنن که اصلا میگن اصلا خود سولیوان خیلی موقعا میگه که این بازی اسنوکر باید اینجوری بازی بشه، باید حمله بشه. سلبی کسیه که خیلی ها باش دوست ندارن بازی کنن به خاطر اینکه خیلی یه کاری میکنه باید که اذیت میشی. به قول استیون هنری میگه سلبی بازی ها رو میبره ولی خیلی زشت بازی ها رو میبره. ولی خب من احساس کنم خوش یه قدرته که تو بتونی توی چه روز خوبه چه روز بدت چند تا مود داشته باشی یا چند تا مدل بازی داشته باشی که آره دنده های مختلف داشته باشی. چون میزنه یا مثلا توتال کلیرنس میزنه، کل میزو همه رو میزنه، خوبم میزنه موقعی، ولی اون قسمت بازیش که هست خیلی کثیفه. ولی الان میدونی که دیگه نامبر وانه با یه عدد رقم زیاد، اختلاف خیلی زیاد. من داشتم یه خبری رو میخوندم که میگفت اگه تا یک سال و چند ماه آینده اگه حتی بازی نکنه سلبی همچنان شماره یک جهان خواهد بود. اینجا یه من خیلی آروم بازی بکنه واسه وفایی، ولی متاسفانه توپ سفید نرسید به درجه خود آروم زد و به اصطلاح میس اتفاق میفته. اولش همیشه آروم میرن، یعنی حالا اگه خورد که خورد، اگه نخوره اون دستشون میاد که باید چیکار کنن. الان چون مشکل اینجاست که الان چون قرمز رو داره میبینه و داره میره راه سخت‌تر برای قرمز دیگه، این الان دفعه دومه، ولی این دفعه اگه میس کنه دفعه سوم بهش باید هشدار بده که سه دفعه میس کنه کل اون فریم رو باخته کردن. حالا خورده اگه آقای داور داری کنن چون میبینه قرمزو و داره میره یه راه دیگه، سه بار کل چیز که چندین بار شده. شو مورفی آخرین نفر بود که اینجوری باخت دستو توی بازی پارسال. یه مقدار هیجان این بازی خیلی زیاده چون همه بازیایی که به دیسایدینگ فریم میرسه که تعیین کننده است این دست آخر، خیلی بیشتر اون پرشر میذاره، تحت فشار میذاره بازیکن‌ها رو. الان هم اینا همه دارن برای پولایی بازی میکنن که بالاخره لازم دارن، پوینتی که میگیرن چون به پول ربط داره، به اون مقامی که میرسن، پولی که دریافت میکنن. برای همین خیلی این مهمه برای بینگام و همچنین مهمه برای حسین وفایی که بتونه هم پول داشته باشه که بتونه ادامه بده زندگیش، هم رنکینگ. یه توییت گفتی گذاشته بینگام، چی بود اون توییتش؟ آره. خیلی داشته صحبت میکنه راجعه این که این روزا یه مقدار از نظر منتال اون تمرکز قدیم رو نداره، ولی خب همچنان داره تمام تلاشش رو میکنه. خیلی جالب اینجاست که بازیکنایی که یعنی بازیکن معروف اسمی که خیلی فعالن روی توییتر که من دنبالش میکنم، خیلی هر روز پستای متفاوت میزنن، بعضی وقتا همدیگه رو دست میندازن. مثلا آخرین باری که توی ورلد چمپیونشیپ جا ترامپ دینگ آره دینگ نوشته بود که جینگ با پیجامه، آره لباس پیجامش اومده داره مسابقه میده به خاطر اون طرحی که
آره لباسش وستش و شلوارش بود، چارخونه بود. آره با رنگای عجیب غریب چینی هم دیگه. برگردیم به بازی. یه مقدار بازی به قول خارجی اسکرپی شده، یعنی موقعیت خوبی نیست. بلک اومده بیرون، خود صورتی اون وسطه، الان موقعیت مشکی بدتر هم شد، ولی خیلی سفتی خوبی بود. خیلی روی این میزا، میزایه من روی میزا الان نه اینه اینا ولی مدل دیگرش بازی کردم، خیلی متفاوته با اون چیزی که توی کلابا هستش که بچه ها رو چه توی ایران چه بیرون بازی میکنن. خیلی هم واکنشاش خیلی عجیبه و خیلی الان میبینی که چجوری اینقدر سیفتی قشنگ بازی کرد. بینگام هم که دقیقا همون جایی که گفتم پشت براون نزدیک به یلو خیلی جای خوبه و اینجا فوق‌العاده با یه سرعت خوبی توپ سفید رو میرسونه تا پشت قهوه. اونجوری هم که قرمزا پخش شدن و مواظب باشه اگه جای خوبی سفید نخوره به قرمز میتونه به بینگام یک شانسی رو بده. امیدوارم که اتفاق نیفته. نه دیگه، نه باید ریسک کنه، باید یه جوری بره که یعنی جهتی بره که مطمئن باشه که اگه به قرمزم نخورد هیچ قرمز نده باشه، بهترین انتخاب رو میکنه. آره فکر کنم خورد نخورد نرسید. ما داره که برگردونه بینگام که همینطور هم، ولی مسیر خوبی رو انتخاب کرده. اگه بتونه یه مقداری حالا سایدش رو بیشتر بکنه یا یه مقدار محکم‌تر بزنه احتمال اینکه، امیدوارم که تاچین بال نشه حداقل به قرمز وقتی میخوره باعث که این فرصت رو به بینگام نده که باز به سیفتی سخت‌تر بازی بکنه. ببینیم چیکار میکنه حسین این بار. آره بابا این داوره میادیم مثلا نه جلوی ما بایی میسه دیگه خورد. نه این بار هم مثل این که نخورد. آره بابا همین پوینت هایی که نباید، امتیازاتی که نباید دست بده، چون اینا میتونه مهم باشه بالاخره. الان تا الان 8 امتیاز کلن 12 امتیازش خطا بوده، 12 امتیاز خطا داده که البته توی بازی حرفه‌ای زیاد مهم نیست، ولی خب هیچکی نمیدونه اگه بازی به اون جاهایی برسه که یه امتیاز هم مهمه اون موقع ارزش این میسا رو میخواهیم. مشکی و صورتی خیلی جاهاشون بده، قرمزا هم همه تو همن. اینجوری که بوش میاد یه فریم طولانی با هم خواهیم داشت. یکی از راجب حسین وفایی بیه مقدار صحبت کنیم. چند سالشه؟ فکر کنم 22 سالشه. من فکر کنم 22 سالش بوده. آره سنش هم خیلی سن خوبیه. فکر میکنم 2-3 سال یا 4 ساله چیز شده اومده تو بازی حرفه‌ای با یکی دیگه از دوستاش هم هست، سهیل. سهیل هم هست که سهیل هم خیلی بازیکن خوبیه که تو بازی های ورلد کاپ هم اومدن تا کوارتر فاینال با هم اومدن. یه مقدار بدشانسی آوردن با تایلند، ولی یعنی حقشون بود که بیان برای نیمه نهایی. الان موقعیتی که دارن تو انگلیس هم یه مقدار بعده، چون بازی ها همه یا انگلیس یا اروپاست. برای ویزا خیلی موقع مشکل داشته، یکی دوتا بازیش رو مجبور شد که فورفیت کنه، نتونست بره و چی میگن به نفع حریف شد، یعنی مثلا نرسید بره برای مسابقه. برای همین خیلی مهمه که توی این سن، تو هر الان هم که اینقدر تورنمنت پشت تورنمنت هستش، بتونی شرکت کنی و امتیاز بیاری که بتونی بیای بالا. حسین الان 23 ساله است و سال 2012 اوکی یعنی پروفشنال شناخته شده. رنکینگش هم طبق 9 اکتبر 2017 الان 59 هم هستش که خیلی خوب خوشی کشیده بالا تو همین چند سال.
خیلی کار سختیه. یعنی دمش گرم خیلی خیلی، یعنی کاری کرده که تمریناش هم من دیدم، تمریناش واقعا خیلی اگه بتونه اون عین زمانی که تمرین میکنه بازی کنه راحت میتونه جزء تاپ، یعنی اون 32 تای برتر جهان بشه. یه موقعیت خوب، یه موقعیت خوب داره اینجا ببینیم که میتونه یه کارایی بکنه. برای عجله کرد حسین، عجله کرد، محکم زد. متاسفانه میگم روی میزا زمانی که بازی میکنی انقدر نپ، انقدر کلن این حالا همون موکت سبزی که اونجا از اون کلافی که داره انقدر نازکه و انقدر واکنش سریه که خیلی باید دقیق بزنی. بعد این پاکت هم خیلی نزدیکه، پس به این راحتی ها نیستش بازی. برای همین یه مقدار که نروس باشی دستت یه میل تکون مخوره نمیره و یه شانس خیلی آسون برای بینگام. به قول اینجا یک کیسه خیلی خوبی هم روی اون قرمز توی را برگشتش سد و امیدواریم که نتونه کاری بکنه. امیدواریم که همین الان این سبز رو میس کنه و حسین وفایی هم پشت کل میز جمع کنه بریم خونه همون بزنه بازی بعدیش هم ببره دیگه. کارم ویلسون خیلی اونم خوبه، کارم ویلسون هم خیلی اوج گرفته. طبق چیزی که رونی اخیراً داره میگه، میگه توی نسل جدیدی که از انگلیس یعنی بلند شده تنها بازماندهشون همین کارم ویلسون است و مصاحبه که من داشتم گوش میدم 23 سالشا دقیقاً مصاحبه که داشتم گوش میدم از رونی و جیمی وایت واقعا نکتهشون همین بود که یعنی نکته که خیلی نگران بودن برای انگلیس، استرکتور انگلیس که میگفتن تا چند وقت آینده کشورهای مثل تایلند خراب کرد آقا میونه کلوب اینا. آره شانس خیلی شانس عالی اینجا. آره کشورهای مثل تایلند و چین خیلی سرمایه گذاری خیلی بزرگی کردن که چین بیان و این بازی رو به قول معروف دامیننت بشن روش، یعنی در دست بگیرن کلن اونا چیز کنن. من میگم بازی های ملبورن سه سال همه یه پروفشنال اومدن، یه سالش هم این بینگام برد دیگه. اولین رنکینگش رو همونجا برد، سال بعدش هم که رفتیم بری هوکینز برد. اونجا که بودیم با این داوره سوال میکنم اسمش هم یادم نیست، قد بلنده نه اون یکی، خیلی داوره خیلی خیلی مرد باش داشتیم صحبت میکردیم، میگفت تو چین یه لشکری از بازیکن دارن میان این ماشینن، این رباتن. میگفت اینا هر مثلا یارو 8 سالشه 9 سالشه 10 سالشه، میگفت اصلا میبینی اینا رو خوف ورد میداره که اینا مثلا یه 20 سالشه چه چیکار میخوام بکنم، چیکار میخوام بکنم. اینا یکی دو تاشون رو داریم میبینیم، اومدن تو همین انگلیش اوپن یک دو تاشون رو دیدیم، یکیشون که اصلا فکر کنم کلا 80 سانت بود داشت میبرد چیزو، یکی دیگه شدم که با سولیوان بازی داشت که البته باخت، ولی خب نشون میده که تا اینجا وقتی دارن بله میان اونا تو اون سن 18 سال 19 سال اصلا این چه عجیبیه. اینجا ضربه خوبی رو نزد بینگام، یه توپ سفید تو را برایش به قهوه خورد و احتمال میدم که اینجا بخواد بله اینجوری که به قول اینجا بادی لنگویجش نشون میده داره تصمیمیه که سیفتی رو باز بازی کنه پشت سطح و هرچی نزدیکتر باشه به اون کوشن پشت خیلی ولی مشکی رو نبن میزد دیگه، مشکی رو دوباره برد یه جایی که یکم دوباره پیچید بازی دقیقا اینجا خیلی خوبه. تقریبا تمام قرمزها رو کاور کردم. ما ببینیم حسین این گوشه این قرمز سمت چپ بالا رو میتونه ببینه یا فقط به آبی نخوره. خوبه ولی آره چقدر فهمی؟ خیلی میره آدم احساس میکنه میزا خیلی سریه. گره خورده بازی، نتیجه بازی 25 به نفع بینگام. دیسایدینگ فریم دست آخر کوارتر فاینال انگلیش اوپن، آرزو موفقیت میکنیم برای حسین وفایی از ایران. واقعا لیاقتش هست ولی ببره دقیقا یکی دوتا بازیش من دیدم خیلی یعنی تجربه هم نداره مثل اینا هنوز تجربه هم چنانی
چقدر خوششانس این مینگام. شانس هم میخوای دیگه تو این بازی. دقیقا خود من یه دستایی رو باختم سر یک شانس. بله من شاهد بودم وضعیتش. آخرش همین ساف پاسیفیک بود که اون سبز معروف رو اون پسره. آره یادته که اسنوکری کرد برای لکی. اگه من اونو میبردم تو مرحله بعدی هم شانس خوبی داشتم. دقیقا آخه پیش میاد دیگه بازی از یخت ها گره میخوره و... تو هم مسابقه که داشتم میگفتم جیمی وایت و رونی داشتن راجع آینده اسم که صحبت میکردن، دو سه تا اسم جوانای چین رو بردن و اتفاقا از حسین وفایی هم به عنوان یکی از به قول من فیوریت ها یا همون بازیکنای جوان مورد علاقه شون مخصوصا رونی خیلی داشت صحبت میکرد و میگفتش که خیلی اون همون اگرسیف بودن یا همون که خیلی میل به حمله داره روی میز و خیلی دوست داشت اون مدل بازی کردن حسین و خیلی از استعدادش داشت تعریف میکرد. آره دیگه چون اونا باورش اینه که باید بازی اسنوکر رو چیز بازی کرد، باید حمله‌ای بازی کرد. بله. دفاعی نه. چه سیفتی خوبی زد، ضربه خیلی خوب، خیلی سیفتیش خوبه، خیلی خیلی. یه قرمز الان میبینه بینگام ولی اگه بره برای اون خیلی سخت میشه، تنها آپشنش باشه چون من الان نمیدونم چون سمت راست میز الان با براون کاور شده. ما چیز نداریم نمیبینیم، ممکنه گوشه این قرمزه سمت راست راست رو ببینه ولی اگه نبینه ببینیم چیکار میکنه. فعلا که هنگ کرده اعتماد داره بره برای همین قرمزه اون که بالای صورتیه نه بغلی چپ بره برای اون سفیدشو بیاره بالا همونجا که دستش هست الان همینجا بذاره. یه بهش میگن up and down containing safety بهش میگن. این قرمزی هم که بین این پنجتا وسط هست وسط میز اونم بغل بلک چپ بلک وسط میتونه با یه خور چک سایت همون دیگه اونو بزنه ممکنه بره آره. بخوره به مشکی یا بره تو قرمزا باید مطمئن باشه که بعد هم دیگه برای رنگی شانسی آنچنانی نداره آره. ولی اگه بتونه خیلی با چک سایت به اصطلاح بزنه میتونه شاید نایتون قرمز کنار مشکی کنار بزنه. نمیدونم همون به نظرم داره میره برای بندازه اینو همین قرمز سمت چپ رو مثل این که هدف گرفته. اوه خیلی خوب اوه از اون خیلی خوب اوه چه کنه نیزد نیدی توی موقعیت ها فورس یعنی چیز میشی که بری برای پات بری بانه. بزنی مجبور میشی چون سیفتی راحت نیست مجبور میشی بری برای زد و معمولا وقتی مجبور میشی یه تمرکز اضافه میذاری که عصبانی هم میشی. بله اون باعث میشه که خیلی شاید بعضی وقتا بهتر بزنی. حالا یه فرصت خوبی رو اینجا آره دیگه معمولا هم دیگه یکی دو تا چانس که اینا میگیرن میزنن جمع میکنن. امیدوارم که خیلی زود یه اشتباهی رو ببینی. آره دیگه الان تمام همه الان امید حسین وفایی اینه که یه جایی اشتباه بشن دیگه. همین الان تقریبا نه البته اوکی الان قرمزا هم خوب پخش شدن الان. الان 1, 2, 3, 4 تا قرمز هست دیگه. 4 تا قرمز مینیمم این باید الان 20 باله 20 تا رو بزنه که با این 29 تایی که داره بعد این که میشه 35 میره به 55 دیگه. خودش باید مید رنج به قولی اینجا میذاره. بکنم صورتی خود رو اذیتش بکنه و دستش رو بذاره رو میز. آخه مشکی الان داره یه تکنیک بینگام خیلی جالبه. یه مقداری سرش رو روی شونش میذاره وقتی ضربه میزنه یه مقداری سرش کچ هست. آقا سوتی داد ضربه خیلی خوبی رو اینجا نزد. نه برای اینکه میخواست نخوره به قرمزا برای اینکه زاویه بد بود یه مقدار چک سایت گذاشت رد به اونجا. حتی تنشن دستشون هم هست دیگه این آدرنالین میزنه تو خونشون بعضی هم آقا بیشتر میزنن. بازی خیلی سختیه خیلی فکریه که تو این لول میبینیم که این اتفاق میفته. بله شما داشتین چیزی میگفتین؟ نه نه تمام شدش.
چون راجع به این سر بینگا میگفتم که مقداری به سمت چپ متمایل هست روی شونش، روی همون دستی که بریج هست، که خیلی ممکن برای چشش باشه، کم دیده میشه. مثلا چش چپش میبینه یا نمیدونم، یه سری چیزای استوکر رو نمیشه زیاد، یعنی مثلا همون نوع واسدادن، نوع کیو اکشن، یه سری تکنیک هستش که خب فکر میکنیم که باید همه اونجوری باشن، ولی نگاه کنین هر کی یه مدلیه. یکی کلش کجه، اون پسره کی بود کچله؟ ویلسون. گری ویلسون. مون که میذاره رو لپش دیگه، اصلا چونه هم نیست. خیلی میذارم وسط چونه شون، اون میذاره این ور، یا مثلا یکی جوسویل. جوسویل که اصلا این دستش خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. حتی مارک الن هم یه مقدار بکسوینگش متفاوته. اصلا با مچش خیلی آره. عجیبی داره. اصلا گریپش اونجایی که با دست میگیره چوبو خیلی حالت شلی داره. شخصیت جالبی هم داره مارک الن. خیلی آره، میدونی که این خانوادش همه چیزو میفروشن، با یه رقم خیلی کمی اینو میفرستن بره چیز دیگه، یعنی هرچی داشتن نداشتن میفروشن میدن به این که این بره اسنوکر بازی کنه. و حالا پولی هم نیست تو اسنوکر، ولی خب باز اون رسید به تاپ 16، به 16 تای برتر جهان و پولی داره، ولی خیلی داستان زندگی اونم جالبه. دوباره اینجا یه اتفاق، یه موقعیت خوب. اگه خیلی خب ریسکیه دیگه، ولی همین باید صبر کنه. اینم الان واقعا نشونه خیلی خوبه که یعنی به یه بلوغی رسیده. دقیقاً. اسنوکر که عجله نمیکنه، ادامه میده به سیفتیش. خیلی واقعا سیفتی تو این بازی مهمه. خیلی مهمه. یه مقدار محکم زنی سر. نه دیگه، محکم میزنه برای اینکه این برو نمیخواد بهش بده چیزی بغل بلکو. چون اون دیگه هیچ چیزی نداره سمت راست بخواد ازش استفاده کنه. این برم خیلی همه چی خیلی، این الان خیلی سخته، مگر اینکه فقط این قرمز وسطیه رو بزنه بین مشکی و قرمزای سمت چپ، از پشت این دوتا قرمز که هم چسبیدن برگرده بره پایین. تنها چیزی که من میبینم یکم باید لفت چپ باید بذاره، اف چپ باید بذاره، اف چپ رو به بالا میشه، داره همون داره میره. اینجا خیلی خوب داره نشون میده اون نقطه‌ای که گفتم، اگه نگاه کنید گونه چپ بینگام خیلی خوب زد، ولی واید زد، بعد یک بالاتر میزد چیز میشد. یعنی شانس، نصف شانس برای حسین. آره ببینیم چیکار میکنه اینجا. با این زاویه که داره یه مقداری آسون نیستش گرفتنه. قرمز رو میتونه بزنه، مشکل اینجاست که رنگی بتونه پیدا بکنه. الان این برای این اگه بتونه یه دونه اسکرو استان بزنه، یعنی فزیری بزنه که استان چی میشه رو به فارسی؟ نمیدونم. تقه. یه حالت تقه‌ای بزنه، میتونه برای بلک، برای میدل پاکت سمت چپ واسته، ولی خب میگم تو این شرایط کوارتر فاینال انگلیش اوپن با استوارت بینگام دیسایدینگ فریم یه مقدار سخته. ببینیم چیکار میخواد بکنه. اینکه قرمزو مردده. یه خود دودله که چیکار بکنه و ببینیم در نهایت چه تصمیمی میگیره. خیلی مهمه میدونیم اینکه مطمئن نیستی، چون زمانی که تو روی میزی، میز مال توه و اونی که اونجا نشسته نمیتونه اعتراض کنه. مثلا یادم این رابرتسون با گرام دات داشت بازی میکرد، تو کنم توی ورلد چمپیونشیپ چند سال پیش بود، نیل رابرتسون 4 دقیقه فکر کرد. 4 دقیقه خیلیه تو. اوه 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 چی کار کرد؟ امیدوارم که فلوک بشه. چی کار کرد؟ اوه اوه. از اولم روی این شات میخواست بزنه، خود دودل بود و همون 100% نذاشت روی این ضربه و یه
دوباره شانس رو گرفت. سه چهارمین شانس بینگام دیگه. اینم یه نزنه دیگه دردم می‌خوره. داشتم چی می‌گفتم؟ این اون 4 دقیقه واسات بعد آخرام گفت دوباره خودت بزن. یعنی چیز شده بود، میس شده بود که اونجا گرامداد براش خندید دست داد و اینا. یعنی تو زمانی که رو میزی منظورم این بود که میتونه قشنگ برای وقت خود داشته باشی، وقت تو بگیری، مطمئن باشی بعد بازی کنی. میره برای این ببینیم چیکار میکنه. زد آقا زد. الان بلور میزنه برای پوزیشن بعدیش. مقدار هنوز میز اونجوری نیستش، ولی کم کم الان دو سه تا قرمز رو میبینه. اگه فزیر بزنه که خب سخت، فرو میزنه خیلی آروم. برای قرمز این پایین کوشن نگه داره. آره. که همین فکر کنم که خود همچین خوب نزه، ولی خب قرمزی که خور بالاتر از یه دونه میبرم داره جای مشکی هست، ببینم احتمالا اون رو انتخاب بکنه. ولی میتونست این بغل کوشن هم انتخاب بکنه، یا اسکرو بک کنه، یا تاپ اسپین برگره برای او. خیلی خوب شد رفت برای بلک. اگه این در میومد تموم بود. دقیقا این اگه در میومد تموم بود. یعنی من گفتم حالا این رو بزنه بره برای بلک تمومه، چون بلک رو که میزد اون قرمز رو میزد و بقیه قرمزای بال بلک میمد سر جاش، بقیه قرمزا نزدیک بلک بود راحت. جالب اینجاست که بینگام هم همچین خوب بازی نمیکنه. شکمش هم در اومده. شکمش هم خیلی عجیب غریب در اومده. نه آخه ببین اینم خیلی فکر میکنن که مثلا بیلیارد دیگه، اسنوکر. اتفاقا بدنت آماده نباشه تو این بازی، دقیقاً یه فریم دو فریم که بازی میکنی هم بدنی هم مغزی چیز میشی. پروفشنال ها مثل مارک سلوی، مثل سالیوان، آره، مثل جاک ترامپ، 5 کیلومتر اینا میدوان روی زمین یا روی ترید میل و مربی مخصوص دارن. نه بدن میره بندازه به نظره مثل کام سیف میخواد. خب نه خوبه دیگه، بلو رو میذاره. دلیلی هم که اینجوری بازی میکنه از قصد آبی رو میذاره بغل باند که اگه چنسی شد، چون الان 38 و بالاتره، برای حالت بیمه میکنه خودشو که حسن وفایی نتونه جمع کنه میزو اگه چند سال. ولی میزی که من دارم میبینم 2 ساعت دیگه اینجاییم. چه پیسی؟ خیلی خوب زن، خیلی سیفتیش خوبه، اصلا عجیب خوبه. قرمزارم باز کرد. الان 4-5 تا قرمز باز از 6 از 7 5 تاش حالا اینم عادی راست دسته. 5 تاش بازه. اونجا شانسی هم نداشته تو اینا. اینم از حق نگذریم. بینگام 3-4 تا شانس داشته، ولی حسین اصلا شانس نداشته. امیدوارم یه حداقل یه شانسی بگیره که چون میگن تو دیسایدینگ فریم میگن که فقط یه شانس ما بگیریم تو این رده. مثلا بازی همین قبل از اینا جان هیگینز و رونیو سولیوان بازی میکردن، واقعا جان هیگینز شانسی نیورد تو دیسایدینگ فریم، نداد بهش واقعا. اون بریک کرد، میزو باز کرد، سولیوان میزو جمع کرد. خیلی همین اتفاقا میفته. یعنی الان دیگه ساعت بازی جوری شده که یه اشتباه میزه جمع میکنم میره، حالا یه ویزیت نه دومیش میره. به نظر این قرمز رو میگیره نیما؟ نمیدونم براش بره یا نه. به نظر میرسی که داره میره. اگه میره که امیدوارم بگیره. عجب! چرا یهو سفید اینجوری اکشن نشون داره؟ تاپستین زیادی داره. خیلی تاپستین بودش. اوه یه مقدار لازم بود بیشتر بره، ولی خیلی پات خوبی بود. خیلی پازیتیو رفت مثلاش، خوب بود. اگه نمیرفت ببین سفید کجا بود. برای قرمز ببینیم دو تا آپشن داره، سبز و قهوه‌ای رو میتونه هر دو تا. قهوه‌ای خیلی سخته.
و یا سیف خب انگل قهوه‌ای بهتر به نظر میاد. اگه اسپرول بک متوسط بزنه آی کلا. خب ولی قرمز بعدی سخت‌تر شد. آسون نیست. آسون نیست این ضربه. فاین. هنوز 33 تا عقبه. اگه بدون اینجا چند تا پوینت هم بیاره نزدیک شه به 43 باز برگشته به فرم. خیلی خوب زد اینا. باری کم. محکم زد. خیلی ضربه خوبه دید. خاط خوب. محکم زد. حالا اینجا باید ببینیم حالا دیگه سیفتی را اگه بتونه اینجا خوب بازی کنه. الان باید آبی رو در آره. اگه نخواد بزنه اگه یعنی چیزی نداشته اگه پینک رو فکر نمیکنم خیلی ریسکیه بخواد زورتی رو بزنه. بهترین چیزش اینه که آبی رو بزنه، آبی بیاد دوباره وسطای میز، سفیدش هم بره نزدیکای زرد. پشت آبی هم شاید بتونه نگه داره. آخه باید آبی رو دراره. چون اگه یه چانس دیگه بیاره، آبی اونجا باشه برای بینگام خوبه. رفت برای پینک؟ شوخی میکنه. زاویه‌اش اینجوری که معلومه پینکه. خیلی زاویه تلویزیون یه مقدار چیزه ولی اونجا خیلی چیز داره. کاری که میکنی مگه شاه مورفی هم کفش عجیبه آه اون چیزه دورنگ سفید ماست مال دهه شست بگرم پینک رو خواهد بگرم بگرم باشن درمان کابل کرده بجز اون قرمز بالا که میتونه چرا نزد که آبی بیاد قشن وسط تر سفیدش هم بره میتونه سوکانم بکنه شاید هم نمیدید شاید هم لبش آتد میدید که اون کابل کرد میتونه که محکم تر میزن میتونه ببره پشت چیز ولی میدونه که یه استراتژی که تو استوکر وجود داری یه موقعی شما نمیخوای طرف رو استوکر کنی خیلی جی نیست نسبه آره. شانس سخت بشه آره. بدید که اون بره برای سیفتی بعد خراب کنه چون خیلی موقع اونجوری مجبوره با باند بازی میکنه و آروم میزنه میگیره ولی چه فرای میشد آره الان خیلی وقتی که داره جلو میره آره فرای طولانیه معلوم نی ما هم الان بازی استقلال پرسپولیس بعدی میخواییم اونو ببینیم امیدوارم تموم شد تا موقع یک ساعت دیگه وقت داریم برای استقلال پرسپولیس اوه یه شانس دیگه برای حسین اوه بفرما اینم آسون نیست اینم آسون نیست خیلی یعنی خیلی باریکه آره. خیلی باریکیه اینا ولی اینا رو خوب بزنی یعنی اتفاقا اینا رو هم باید خوب بزنی کلا اگه بخوای یعنی دیسلریت کنی یا شل بزنی دست چیز چه یعنی هزیتیت چی شک کنی نمیشه این بره خوب میشه پلنگ مازندران نخور به قرمز فوق العاده چقدر بنس بزرگی کرد این چجوری رفت تا سبز هرچی بود خوب بود میزه چیزیه الان فنر قرمزی که داره قرمزی که بغل مشکیه پوزیشن شات خوب بزنه برو خوب زن یکم دیگه بره 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 نه یعنی زاویهش خوب نیست دیگه خوره به مشکی یا اسکرو بک محکم بزنه برگره برای مثلا گرین یا چیز اوه 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 فاین خیلی خوب بازی کرد اینا خیلی خوب و هوشمندانه بازی کرد آره زاویهش هم داره برای قرمز چسبیده به کوشن پایین این اصلا یه باز شد خیلی موقعیت عوض شد خیلی خوب زنده یه ضربه فوق العاده خوبه دیگه استان ران ثرو ولی برای اینجا یه خورده انگل زاویه‌اش زیاد خوب نیست آره و ببینیم چطور بازی میکنه تو باید پوزیتیو باشه تو این ضربه ها چیزی برای دست دادن آره فوق العاده خوب زد
قاطی کرده داداشا بود. او فولاده خوب بود ضربه و خیلی باید دقیق باشی با اون سرعت بخوای با اون زاویه توپ رو بزنی بره تو پاکت. از کنار اونم از ریل بالا یعنی خیلی خوب زد. خیلی خوب و پوزیتیو زد. زاویه نداره الان. ولی این الان بزنه 31-43 برگشته بازی. کلا یه پات خوبه دیگه. خیلی خوبه. پشت مشکی فقط گیر نکنه این توپ. پشت مشکی گیر نکنه این توپ. و اونم میبینه. ولی خب نمیشه دیگه. هر سه چی بازی کنه. برگشت به بازی. برگشت به بازی. ببینیم چطوری بازی میکنه این سیفتی رو. خیلی خوب. خیلی خوب زن. چاینیز کرد. چاینیز. اسنوکر چاینیزه. یه جورایی چاینیز شد به نظر. اینو که نمیبینه. حتی چاینیزه چاینیز هم نیست. چون بغل اون میتونه یکی رو ببینه. احتمال داره همین قرمزی که وسط میز باشه. الان این الان فشار افتاد روی بینگام یه جورایی. چون الان اینجا باید یه سیفتی خوب بازی کنه. نه چون بینگام سه تا چهار تا شانس داشت نتونست. وفایی شان یه شانس داشت الان تقریبا یا دو تا یکی و نصفی داشت الان برگشت به بازی دیگه الان چون دو تا قرمز مونده الان دیگه نمیشه اشتباه کرد اون زرد کارو خراب میکنه برای این قرمزی که لبه کوشن هستی خوره اون دستش آره. شاید بخواد این آره. وسطیه رو یه خوره سورف بکنه یعنی نه نمیتونه افکت پیچ بده صورتی رو رد بکنه برای قرمز باید ببینیم چیکار میکنه به نظر میرسه داره همین کار رو میکنه چون اون زرد اذیت میکرد و خوب زرد خوب بودش خوب زرد ضربه خوبی بود یه خورم شانس آورد یعنی یه خور یواشتر میزن اون قرمز نزدیک به پاکت پای میسن حالا ببینیم حسین چی کار میکنه اینجا سیفتی بازی کنه کاری نداره میکنه اوه 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 یکم خطری بود خیلی خوب سیفتی بازی میکنه فوق‌العاده خوب فوق‌العاده خوب خیلی خوبه باری کلا به این ضربه هرچی توپ سفید نزدیکتر باشه به اون کوشن کار رو برای حریف سخت‌تر میکنه خیلی هیجان داریم برای این بازی یه اشتباه دیگه از بینگام ولی ببین چقدر سخته این ضربه آسونه آره. نیست یعنی اصلا این یه مدلیه که میتونی سیف بری براش چون یه موقع این ضربه ها رو میگیری میس میکنی بعد طرف میبره تا هم به نفع اون یکی میشه خیلی سخته اینا اوه بابا باری کلا خیلی خوب زد باری کلا خیلی سخته این ضربه خیلی سخته پینک هم داره پینک هم داره استاد این ضربه جاد ترامپ استاد این ضربه ها جاد ترامپ تو عصر حاضر بنانا شات و این ضربه هایی که از کوشن توپ سفید چسبیده به کوشن ما میخوایی میداری پاکت بزنی استیون هندی خیلی معروف بود تو این ضربه ها دهه 90 و بنانا شات هم که خب جاد ترامپ و نیل تو عصر حاضر خیلی پیچ اوف خیلی خوب بود یکم رایر هند افراست گذاشت افراست پایین ولی تایمینگش مهمه دیگه چون اگه یه مقدار تایمینگت بد باشه افش باز نشه میره یه برای دیگه این ضربه ضربه فوق‌العاده ریسکیه این ضربه بازیه دیگه این حیاتی ترین ضربه شه بره بازی رو برده اوف نرفت خیلی ضربه سخت و بسیس کنم خیلی فشار ذهنی روش بود این ضربه عجله کرد بینگام هم که خوشحال سریع اومد و یه سیفتی جانانه میدین یهو برق چجور برمیگرده الان اونو زده بود بلک هم زده بود الان میرفت خودش یه الان برعکس بودم همه چی چیکار میکنه اینجا دو تا کوشن
وان تو اوه 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 داره میره بیافتا بیافت وای من چه وقتی بود برای حسین در دیواری ما ایران بازی میکردیم گفتم در دیواری فلوک بزرگی بود چه وقتی این فلوک انجام شد این پینکو شما میدونی یه موقع هم هستش تو بازی دیگه میری که بزنی دیگه از اون استرس اتفاقا به نوع احسن استفاده میکنی خوب محکم میزنی این یعنی این فلوکی هم که زد قرمزو در دیواری رفت خوب بود حالا این الان خیلی مستقیمه این ضربه ها اگه بخوای محکم بزنیش تو بیستا یکیش میره اینجوریه حالا سفیدش هم اونجا کنم به عمد این کار رو کرد آره 100% ولی محکمتر میتونست بزنه خورا آروم زد زرمش یه شانس دیگه برای استوار عجب بازی شده خیلی داره 45-43 روی رنگی ها بلو هم خوب بهتر شده ولی آبی خیلی خوبه یعنی حالا براون قهوه یه مقدار رفت پایین قهوه مشکلی نیست توی رنگ واقعا نه فقط آبیه آبی به صورتی سخته آره دیگه نباید یه کارهای عجیب غریب اینجا کرد یعنی واقعا الان هر کی شانس بیاره آخریشه نه این سیفتی بازی کرد یه خوره محکم زده من یه خوره محکم زده من کجاست؟ تلاش خوبی بود ولی خب زرد اوکیه چه جنگی شده کی میبره به نظرت؟ اصلا معلوم خیلی نزدیکه نمیشه واقعا اصلا معلوم نیست من که از اول میگفتم بینکام چون هم تجربهش بالاتره توی برای فریم اینجوری و ولی خب حسین خیلی خوب پا به پاش اومد سیفتیاش خیلی خوبه یکی دیگه هم ببین دقت کنی سفیداش 2-3 سانت با باند فاصله داره خیلی نزدیک و خوب میزنه واقعا خوب ولی 2-3 تا سوتی هم داد دیگه توی این بازی آخر اونا رو بتونه حذف کنه واقعا سخت میشه بردش اوه اوه این میتونه بره برو یکم دیگه ایه خیلی سربه از ایناست که میگی برم نرم اصلا معلوم نیست میتونه ببینه یا نه همشو آبی ممکنه وسط اگه آبی داور بذاره ما نه اونا که نمیشه اونم بری کنار معلوم نیست حالا ممکنه خیلی از دوستانی که بگم 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 که کار میده ما بکنی به همه سوکر میدونیم بکنی که حالا یه حالت کامنتاتوری هم روش داشته باشیم که برای عزیزان ایرانی که بالاخره دارن نگاه میکنن بازی ها رو خیلی ها به زبان انگلیسیه نبود به زبان فارسی هستن فکر نمیکنم کسی این کارو کرده باشه و تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم ویدیوهای بیشتر حالا برای بازی های بیشتر حسین وفایی ما این کارو انجام میدیم که اگه باشه حتما سعی میکنیم که ویدیوهای بیشتر رو داشته باشیم برای شما که بتونیم حالا یه سری اطلاعاتی باشه یه سری مسائلی که راجع به استناگر هست رو با هم داشته باشیم تصویر اینجا یه لحظه رفت حالا آره تصویر رفت نمیدونم چه مشکلی پیش اومد با میسیم تا ببینیم چطور میشه یه لحظه من چی شد؟ اتفاقا قرمز زرد کو بینگام با دست زرد گذاشت تو ای بابا مثل اینکه پات کرده ولی به نظر میرسه که ای بابا خیلی شانس خوبی داره میگم امیدوارم که خراب بکنه میتونه بزنه نه الان دیگه سبز هم چه جایی رو تصویر رفت دوستان ببخشید تقصیر ما نبود از خودشونه نمیدونم چی شد به گیرنده های خود دست نزنید که
تقریبا میشه بپره. تمام شد بازی یه جوری. نه اوه اصل ماجرا از آبی به صورتی هست. باید ببینیم چه فکری میکنه استوارد بینگام برای این کار. بینگام صورتی رو میخواد. صورتی رو میخواد. تا صورتی میخواد ولی حسین همه رو باید بزنه. اینو برای دبل میتونه دبل بزنه آبی رو، ولی نه اینجوری نه. زاویه آبی الان خیلی چیزه تنگه. من محکمتر میزن. آره. نه نمیتونست بزنه. یعنی سیف بازی میکنه. داره سیف بازی میکنه. آره. کارش نمیتونه بگیم کنه. بینگم ناین. خیلی باهوش. قشره مشکیرم برد طرف بان. چون لازم نداره. خیلی سخت شد برای حسین وفایی. اینجا اسنوکر هم هست. ولی به نظرم اگر هم این بازی رو ببازه از ارزش حسین واقعا چیزی کم نمیشه. خیلی سخته که یه تنه جلوی این به قول معروف ستاره های اسنوکر وایسه و بازی بکنه و بازی رو تا به اینجا بکشونه. واقعا تلاشی ستودنیه، هرچند که هنوز بازی تموم نشد. اوه رفت تو و یکی یه دونه دیگه من. این بازی خیلی بازی عجیبی شده. اوه 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 دو تا فلوک قرمز بود اون یکی هم زد. یکی قرمز آخر بود که زد و ببینیم با این چیکار میکنه، میره که بندازه یا میخواد سیف بازی بکنه. اون دفعه قرمز اسنوکر بود؟ اون دفعه هم اسنوکر بود. باری که الله چه حرفه‌ای حسین وفایی. اینو نباید بره به نظر من براش، یعنی سیفتی. باری کرده خیلی سیفتی خوبی بودی. به دو جهت خوب بود، یکی اینکه رفت برای صورتی رو سیف کنه، یعنی تمرکزش رو اون بود. دو اینکه میخواست یه جوری بیشتر بره بغل مشکی که اگه بشه مشکی هم با توی داستانی یکم باز شه. ولی اینو یه بالا پایین اتوکشی میگفتیم تو ایران. یه اتوکشی بکنه، تو اتوکشی بغل بود فکر کنم، ولی شبیه همون. میزان انقدر سریعه که با همین آرومی که میزنی میبینی تا اون تعمیره. خیلی ضربه خوبه بود از استوار. حسین هم باید همین کارو بکنه که الان بینگام کرد. حسین فیزیک خوبی هم داره برای اسنوکر. قدش؟ آره. خیلی قد خوبی داره برای اسنوکر. بچه خوب آبادان هم هست. میکنم خواهد از پشت بزنه. اینا ریسکیه. بعد آروم بگیره شانس تو بود. و خوب بود. یه بار اینجوری توی دیسایدینگ فریم آبی شان مورفی همینجوری زد رفت تو، یعنی در دیواری شد، بازی رو برد. خیلی دردناکه که اونجوری ببازه. سوتی؟ بله. یه شانس خیلی خوب برای من. یعنی این باید، یعنی اینو بزنه یکم حالا محکم، چون الان بلک واقعا مشکی جا خیلی بده. ببینیم اینو میزنه. خیلی استرس. بله. به نظر ظاهر مثبت. او نه. خیلی سخت. بلک خیلی سخته. یعنی نمیرن برای اینا. ببینید عاقلانش اینه که سیفتی بازی کنه. امیدواریم که حسین، ولی اگه بره براش هم اصلا چیز نیست دیگه. الان چند سیه که داره. اوه رفت براش و تمام. عجب دادی هم زد. عجب دادی زد. باری کلا حسین وفایی به بازی نیمه نهایی انگلیش اوپن با کارن ویلسون میره. عجب دادی زدی و خیلی هیجانه. اون نشون میده که چقدر فشار رو داشته تحمل میکرده، چقدر براش ارزش داشت. ما از حضور شما خدافظی میکنیم. ممنون از همه شما و مرسی که به ما گوش دادیم. مرسی. ممنون.